16 فوریه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی با رفت کارهای ساختمانی در میدان استقلال شناس شدند. با اشتراک سرور دولت و رئیس شهر دوشنبه در معرکه نهالشنانی در یک گوشه باغ ده ها عدد نهال درخت سکویای کالیفرنیایی شنانده شد. مورد ذکر خاص است که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان شخصا درختان سکویای کالیفرنیایی را 20 سال قبل از خارج کشور آورده در باغ قصر ملت پرورش کرده بودند. امروز 36 عدد درخت سکویای کالیفرنیایی که بسیار نادر است و 3000 سال عمر می‌بیند، دو طرفی درآمدگاه باغ میدان استقلال را آرام می‌دهد. باید گفت که بعدی به استفاده دادن میدان استقلال این موضع منبد میدان اساسی و مرکزی پایتخت می‌گردد، زیرا در اینجا رمز استقلال و آزادی که خواهش و تلاش ملت سربلند تاجیک است گذاشته می‌شود. هفتم انور سال 2021 با سردی هوا نگاه نکرده، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه در موضع الهیده میدان استقلال که برای سبزکاری و بنیاد باغ و گلگشت به نقشه گرفته شده است درخت شنانده بودند. تا امروز در گوشه های الهیده باغ 1045 نهال درختان زیبا و نادر آرایشی شنانده شده است. باید گفت که از مساحت عمومی 3 گکتر میدان استقلال 11000 متر مربع آن از روی نقشه سبزکاری کرده می شود. آینده در حدود باغ میدان استقلال با وارد کردن درختان نادر سایه افکن و آرایشی از کشورهای اروپایی به منطقه مطابق شنانده می شود. سرور دولت محترم امام علی رحمان با باغداران برای با طرح زیبا مرتب ساختن گلگشت ها و درست جابجا کردن باغ های حدود انشاءات دستور و هدایت ها دادند. بعد شناندن درخت در معرکه امروزه نهالشنانی، سرور دولت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی با رفت کارهای ساختمانی و لایحه میدان استقلال شناس شدند. رفت بنیاد میدان استقلال بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تحت نظارت دائمی پرزیدنت مملکت قرار دارد. از این رو پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با جریان ساختمان توجه رهبرت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه را به صفتناکی و مهلت اجرای کارها، صفت مساله ساختمانی و وسعت بخشیدن دیگر تدبیرهای آبادانی وابسته به بنیاد آن جلب کردند. مورد ذکر است که پودراتیون متخصصان محلی از شرکت‌های وطنی با تجربه بای اندوخته‌شان در سمت بنیاد انشاءات تعینات گوناگون در اینجا در رفت کارهای ساختمانی فعالانه اشتراک کرده ایستادند. این زمان کارهای بتونریزی در انشاءات از سطح 60 بالا با شماره 275 نفر کارگران چینی و محلی در دو بست رفته ایستاده است. در برابر این کارهای خشنی و اندوکنی از طرف جمعیت دارای محصولیتش محدود مرساز با شماره 60 نفر کارگران محلی ادامه دارد. محصولات های در این شهاد استفاده شونده محصولات های وطنی بوده، اولا از تشخیص لابراتوری گذارنده شده، بعدا به این شهاد برای استفاده اجازه داده می شود. صفت و رفت کارهای ساختمانی همروزه از طرف متخصصین کمیته ساختمان، ریاست معماری و دونستی لایکشی، متخصصین ریاست ساختمانی اساسی همروزه تحت نظارت قرار دارد. ما متخصصان کوشش کرده ایستاده‌ایم که انشاءات را با صفت بلند در مهلت مقرر گردیده مورد استفاده قرار دهیم. مساله ساختمانی برای بنیاد مجمعه از کارخانه های وطنی دسترس می‌گردد. انشاءات از منبر، دروازه مرکزی و دروازه های شمالی و جنوبی، فواره ها، شرشره، دیوارنگاره، ایوانچه ها، میدان برگزاری راهپیمایی ها، گلگشت، حوضه های دکوراتیوی با نهرها، توقفگاه ها و غیره عبارت می‌باشد. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به واسطه در معرکه های نهالشنانی شرکت ورزیده، مردم را به این کارهای پرشرف آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی کوچه و محل، خیابان ها، منزل های زیست، بهداشت محیط اطراف، بنیاد مرکز های فرهنگی و فراغتی، باغ های درختان میوه دهنده و سایه افکن که از عنعنه های نکوی اجدادانمان میباشد هدایت مینمایند. نتیجه همین است که دوام سالهای صاحب استقلالی در برابر ساختمان و مورد استفاده قرار دادن انشاءات تعینات گوناگون، سرور دولت محترم امام علی رحمان با ذوق بلند زیبایی پرستی به خاطر ترغیب کارهای سبز و خرمگردانی محیط زیست، بنیاد و برقرارسازی باغهای فرهنگی و فراغتی، سوپر اینتنسیوی و اینتنسیوی، میوه‌دهنده و پرورشگاه‌ها را به راه ماندند.
شهر دوشنبه با بنیاد باغ‌های نوی فرهنگی و فراغتی و نوسازی و آبادانی بی‌سابقه باغ‌های پیشینه واقعاً به یک سبز شهر و یا باغ شهر کم نظیر دنیا تبدیل یافته است. طوری که معلوم است طی سال‌های اخیر تحت توجه خاصه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان و تلاش و زحمت‌های شبانه روزی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی، شهر دوشنبه به یک شهر زیبا و دلربای تبدیل گشته ایستاده است. طوری که مشاهده‌ها نشان می‌دهند امروزها در تمام در سراسری شهر دوشنبه در کوچه و خیابان ها با باغ‌های فرهنگی و فراغتی شنوندن نهال و درختان سایه افکن و آرایشی در یک سطح خوب شنوندن اینها براه مانده شده است. این شادهای بزرگی جشنی که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یعنی میدان استقلال در اساس قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه از 3 فوریه سال جاری تحت رقم 56 جهت تاسیس دادن مؤسسه دولتی میدان استقلال با تصویب رسیده است قرار داریم. طوری که میبینیم این روزها در اینجا کارهای ساختمانی شنوندن نهال و درختان، میدانهای تشکیل نمودن میدانهای مایسازار بسیار هم در سطح خوب براه مانده شده است. باید قید کرد که تا به امروز در انشاءات بزرگی که گفتیم در انشاءات میدان استقلال زیاده از 1045 بیخ درختان سایه افکن و آرایشی از داخل کشور، یعنی که از همون موضع‌هایی که امروز ها در حدود شهر دوشنبه نهال و درختان سایه افکن و آرایشی که پرورش کرده میشوند، قسمان از همین پرورشگاه‌های حدود جمهوری و قسمان از خارج کشور وارد کرده شده در میدان مجمع استقلال شنونده شده استودند. باز یک نقطه دیگر را اشاره کردم بسیار هم با مورد است که میدان استقلال در حجم 30 گکتر بنیاد کرده شده استوده است که از این 16 گکتر آن را میدان های مایسازار، میدان های گلزارها زیاده از 14 گکتر آن را راه راوها تشکیل می دهند که امروز در یک سطح خوب کارهای نهالشنانی و کبدزارکنی براه مونده شده است. واقعا هم یک چیز دیگر را قید کردم با مورد است که طوری که به همگان معلوم است رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی در اجلاس 3 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت به عمل آوردند که دوشنبه شهر را به یک شهر سبز و دلربای تبدیل دهیم و این پیشنهاد این اقدام گوییم که از جانب تمام ساکنان، تمام کارمندان، تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان بسیار هم یک دستگیری خوب یافت و در این مدت در حدود شهر دوشنبه در شهرک و محله ها، در کوچه خیابان ها، در نزد بناهای معموری، کارخانه ها زیاده از 48,000 بیخ نهال و درختان سایه افکن و آرایشی محض با دستگیری از اقدام شهر سبز محترم رئیس شهر دوشنبه شنونده شد. و در این ردیف با یک چیز دیگر را قید کردم با مورد است که باعث خوشنودی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است که شهر دوشنبه از جانب سازمان های بین المللی حفظ محیط زیست با یک شهر سبز و دلربا و تازه و آزاده اعتراف گردد است که این البته باعث افتخاری ماست. در معرکه امروز نهالشنانی بعد شناسایی با رفت کارها سرور دولت محترم امام علی رحمان باری دیگر توجه شخصان مسئول را به صفت کارهای ساختمانی، کبودی زورکنی جلب کردند.